سلام و عرض ادب، من آرزو آسا هستم، به نمایندگی از طرف مادر خانم دکتر فرنگیز آمری در خدمتون هستم. چون اکثریت جلسه فعالان گردشگری و صنایع دستی هستند، من معرفیم رو از فعالیتی که در حوزه گردشگری داریم آغاز میکنم. مادر خانم آمری در حدود یک دهه پیش اقامتگاه بومگردی خانه توریست زواره را تأسیس کردند در شهری که خب جزو شهرهای محروم کشور عزیز ایرانمون محسوب می شد و مردم اونجا باور نداشتن که بشه از طریق گردشگری بتونیم پتانسیل های گردشگری شهر رو معرفی بکنیم و الان همگی به این باور رسیدن و خیلی حدود ده ها مجموعه دیگه در حال بازسازی و راه اندازی هستن که وارد این عرصه بشن. خب متاسفانه به دلیل کرونا یک وقفه افتاده، ولی همه امیدوار هستیم که این جریان دوباره اتفاق بیفته و بتونیم شهر زواره رو که در 130 کیلومتری شهر اصفهان نصف جهان هست و به دلیل اینکه خب خود اصفهان شهرت جهانی داره، ولی این شهر در حاشیه اون نتونسته خودش رو به دنیا بشناسونه، بتونیم در قالب فعالیت‌های گردشگری شهر زواره رو و دهکده‌های بسیار زیبای اطراف اون رو از جمله دهکده گردشگری ماریکو رو به دنیا بشناسونیم. و با علاقه و انگیزه‌ای که مادر داشتند و اون رو در ما که فرزندانشون بودیم هم ایجاد کردند، ما هم همراه شدیم با باور مادر و خب در کنارشون هستیم با تمام سختی‌هایی که ممکنه این کار داشته باشه و لذت‌هایی که داره، چون این امید رو باور رو در مردم منطقه ایجاد کردن. خود من هم خب به واسطه این که دانش آموخته رشته کارآفرینی بودم، سعی می کردم در تمام این سالها دانشی که در محضر اساتید کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی تهران آموخته بودم رو کاربردیش بکنم و در کنار فعالیت‌های مجموعه خانوادگیمون داشته باشیم و بتونیم هم برای تبلیغاتش، هم برای معرفیش و هم برای طراحی محصولات و خدماتی که خلاقانه باشه و گردشگر خوشش بیاد و لذت ببره، بتونیم از این دانش استفاده بکنیم. خب بسیار خوشحال شدیم که این جلسه هدفش شبکه سازی هست. شبکه سازی توی مباحث کارآفرینی یک مؤلفه بسیار مهم و کلیدی در موفقیت و پایداری همه کسب و کارها از جمله کسب و کارهای گردشگری و صنایع دستی و از این دست هست. امیدوارم که حضورمون توی این جلسه باعث بشه که یک شبکه قدرتمندی از فعالین گردشگری و صنایع دستی ایجاد بشه و بتونیم با هم افزایی هم بعد از کرونا مجدداً فعالیت شگفت‌انگیز گردشگری رو در کشورمون آغاز بکنیم. ممنون از وقتی که به ما اختصاص دادید. با توجه به رویکرد شبکه سازی که یک مؤلفه خیلی کلیدی تو موفقیت کسب و کارها هست، خانم دکتر آمری سعی کردن در کنار فعالیت گردشگریشون حضورشون رو توی انجمنها و NGOها هم داشته باشن. ایشون عضو هیئت مدیره جامعه حرفه اقامتگاهی بومگردی کشور هستند که در سال 97 انتخاباتش انجام شد و از اون سال در کنار اعضای هیئت مدیره در تلاش هستند با جلساتی که با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی دارن بتونن فرصت‌هایی رو برای جامعه بومگردی ایجاد بکنن و همچنین در انجمن بانوان فعال در صنعت گردشگری و صنایع دستی هم عضو هستند و جزو بانیان و مؤسسین این انجمن بودند و که تمام این انجمن ها کمی قبل از کرونا و پس از تلاش چند ساله اعضایی که دوست داشتن این انجمن ها ایجاد بشه تأسیس شدن، ثبت شدن، ولی خب متاسفانه باز به مسائل کرونا برخوردن که امیدواریم که حضور یک چنین تشکل هایی باعث بشه که این شبکه سازی به صورت ساختارمند در کشور اتفاق بیفته و جزو افتخارات ایران باشن، مخصوصا انجمن بانوانی که بانوان فعال در اون عضو هستن و جامعه حرفه‌ای اقامتگاهی بومگردی. سپاسگزارم، خیلی ممنون از توضیحاتی که فرمودید. خواهش می‌کنم.